سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. همونطور که میدونید نزدیک عیده و آموزش یک عالمه شیرنیای خوشمزه. امروز هم با دستور پخت یک شیرنی گردوی پفکی راحت و خوشمزه خدمتتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیش رو مرور کنیم. گردو 200 گرم، شکر 200 گرم، سفیده تخم مرغ 3 عدد، آرد برنج 2 قاشق سوپخوری، بیکینگ پودر 1/2 قاشق چایخوری، پودر کاکائو 1/2 قاشق چایخوری، وانیل 1 قاشق چایخوری، پودر هل 1/2 قاشق مرباخوری، آب لیموی تازه یا سرکه سفید 1 قاشق سوپخوری. خب تو مرحله اول 3 تخم مرغ بزرگ که همدمای محیط هستن رو سفیده هاش رو جدا می کنیم و داخل کاسه می ریزیم. دقت کنید اگر تخم مرغ هاتون کوچیک هستن از 4 سفیده استفاده کنید. حالا شکر رو بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم تا سفیده ها کاملا از هم باز بشن. بعد از اینکه کاملا یک دست شدن وانیل رو بهش اضافه میکنیم و دوباره خوب هم میزنیم تا مخلوط بشن. حالا پودر کاکائو و پودر هل رو به موادمون اضافه میکنیم و دوباره مواد رو هم میزنیم. وقتی مایه کاملا یک دست شد گردوی خرد شده رو بهش اضافه می کنیم. و کمی مخلوط می کنیم و با یک گوشکوب برقی یا میکسر خوب میکس می کنیم تا یک مایه نرم و یک دستی به وجود بیاد. حالا مایه به دست اومدن رو داخل تابه می ریزیم و روی حرارت ملایم قرار میدیم و مدام هم میزنیم تا شکر کاملا حل بشه. به این کار میگن داغ زدن که هم باعث براق و هم ترک خوردن روی شیرینی میشه. بعد از 10 دقیقه تابه رو از روی حرارت بر می داریم و داخل یک کاسه می ریزیم و اجازه می دیم به مدت 10 الی 15 دقیقه تو دمای محیط بمونه و کاملا خنک بشه. بعد از اینکه کاملا خنک شد بیکینگ پودر، آرد برنج و آب لیمو یا سرکه سفید رو بهش اضافه می کنیم. اضافه کردن سرکه سفید و آب لیمو برای این هستش که ماندگاری شیرنیاتون بیشتر بشه. حالا مواد رو خوب هم میزنیم تا کاملا مایمون یک دست بشه. غلظت مایه‌ای به دست اومده به همین اندازه باشه. نه بیشتر نه کمتر. حالا مایه به دست اومده رو داخل قیف بدون ماسوره میریزیم. کف سینی رو کاغذ نسوز میندازیم و کمی چرب میکنیم. حالا شیرنی ها رو با فاصله داخل سینی میریزیم. میتونید برای اینکه اندازه شیرنی ها یکی باشه موقع قیف زدن از 1 تا 5 بشمارید، بعد قیف رو از روی شیرینی بردارید. اینطوری اندازه ها کاملا یکی میشه.
خب حالا فر رو با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کنید و سینی رو در طبقه وسط فر قرار بدید و به مدت 12 الی 15 دقیقه شیرنی ها رو بپزید. بعد از پختن فر رو خاموش کنید و درب فر رو باز کنید و اجازه بدید شیرنی ها همونجا خنک بشن. خب این هم از شیرنی های گردویی ترکدار ما. بافتی کاملا نرم و خوشمزه دارن. میتونید این شیرنی ها رو به مدت 1 ماه در ظرف دربسته در یخچال قرار بدید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون باخبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.